درود، وقت همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بابت غیبت چند هفته‌ای ازتون عذرخواهی میکنم. فکر کنم خودتون بدونید به خاطر چی بوده، به خاطر جابجایی و اعصاب‌کشی که داشتم فرصت نشد تولید محتوا بکنم. اما امروز قراره با موزیک خیلی خیلی قشنگ سحر، نمیدونم تا حالا فکر کردی که چجوری میتونید با این آهنگ برقصید یا نه، آهنگ دل از سحر با اون فیگورهایی که آموزش داده بودم توی دو تا ویدئوی قبلیم، در واقع که این از این قسمت میتونید وارد لینکش بشید، با اون فیگورها با همدیگه میخواییم این موزیک رو طراحی کنیم و برقصیمش. قبل اینکه بریم سراغ آموزش، تا فراموش نکردم، گفتید که موزیک بابک جهانبخش از توی پیج، از توی کانال پاک شده. به خاطر اینکه با اینکه من تمامی حق و حقوق موزیک رو به خود اینشون داده بودم و هیچ مشکلی نداشتم، ولی ظاهرا دوست نداشتن که تو این فضا روی موزیکشون اجرا بشه و خواسته بودن که پاک بشه. به خاطر همین پاک شده، وگرنه مشکل خاصی نیستش. بعد از این موزیکایی که دوست دارید و ولی مشکل کپی رایت داره، من مجبور میشم روشون صحبت کنم و یا توی اینستاگرام هم بخش کاملش رو میذارم که از اونجا بتونید ویدیو کامل رو ببینید، اینجا اجرا رو، و یا اینکه روشون صحبت کنم شما خودتون سعی کنید تمرکز کنید و یاد بگیرید، چون که کار من رقصه و با موزیکه و متاسفانه این محدودیت هم دارم که رو موزیکای تاپ که مشکل کپی رایت میخوره نتونم به راحتی اجرا بکنم. پس ممنونم و مرسی که منو درک میکنید و همچنان همراهمید. بریم که آموزشمون رو شروع کنیم. خب بخش اول موزیکمون با این ریتم شروع میشه. او 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 او، یعنی سه بار او رو تکرار میکنه، چهارمی او او. ما توی این قسمت قراره که با اولین فیگور که به شکل دایره بالای سر بود بریم. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت هشت. خیلی نرم قراره بیاد، قرار نیست دوبار بریم بزنیم که با ریتم هماهنگ بشه. دوباره همین رو تکرار میکنه. اینجا قرار شد که دست بیاد پایین بشه دست کلاه، پس دستم میاد پایین، اینجا یه مکس میکنم، او او، دوباره دست میاد پایین، یک دو سه و چار پنج و شش هفت هشت، دستم میره روی شونه ها. دقیقا با ریتم آهنگم قراره باشه که روی موزیک اجرا کردم کامل متوجه میشید. و حرکت دوممون قراره که به این شکل دستا باز بشه به کنار، از بالا بسته بشه به پهلو، باز و جمع، که این فیگور آموزشش رو دادم. این فیگور رو قراره دو بار تکرار بکنیم. با چه پایی؟ با پای ساید این آوت. پس حرکت قراره به این شکل باشه. حرکت دوممون یک دو سه چهار، دوباره پنج شش هفت هشت. هم میتونم کامل این حرکت رو بیام جلو، هم میتونم یه گامش رو بیام جلو، یه تکرارش رو بیام عقب. خب به حالا دستا به این شکله. حرکت سوم ما قراره که دستا که باز شد، با فشار به سمت پایین و بعد بالا حرکت رو انجام بدیم به این حالت. یک و دو سه و چار پنج و شش هفت و هشت. حرکت سوممون رو که گفتیم به این شکله، قراره چهار بار جفت حرکت بدیم و چهار بارم تک دست حرکت بدیم، یعنی یک در میون این دستا رو ببریم بیاریم، ولی با حرکت پای پارو پا. پس اولی به صورت سوزنیه به چپ و راست، دومی یک دو سه چهار، میکشمش یه دست پایین با همون حالت، یه دست میاد بالا. اوکی، تا این قسمت من الان یه بار با موزیک اجرا میکنم تا کامل متوجه بشید که با چه ریتمی قراره حرکت کنیم. فیگورمون رو میگیریم، فیگور شروع حرکتمون رو میگیریم، سه
سه ثانیه قبلش شروع و یک و دو، سه و چار، پنج و شش، هفت هشت. او دوم، پنج و شش، دست به سینه، یک، سه، چهار، کشش، عقب، سه، چهار، پنج، کشش. حالا یکی راست، سمت راست، پا رو پا، تک دست، به سمت راست، چپ، تو پا. بسته به اینکه شما توی چه زاویه‌ای حرکت رو شروع کنید انجام بدید، یا دست راستتون میاد بالا یا دست چپتون. من الان که رقصیدم دست راستم توی این قسمت بهتر و مناسبتر از موزیک اومد بالا. هر دستی که بیاد بالا، من قراره با اون دست بیام جلو و حرکت بعدی رو شروع بکنم. پس من با این دستم اومدم بالا، دلهوره تو کشیدم، دستم اومد بالا، با کف دستم میام رو به جلو به این شکل. پام به چه شکله؟ دست و پای موافق میان رو به جلو و فیگور چرخش رو میریم. یک بار اینجا قراره بچرخیم و همزمان که میچرخیم دستا که باز میشه، کاملا قراره یکی به چپ یکی به راست، بالا و پایین به شکل ال باشه. پس یک، دو، سه، چهار، دستم باز میشه به پهلو. اینجا قرار شد یک، اول دستی که بازه میکشم سمت خودم، یک، دستی که بالاست، دو، دوباره دستی که اومد، سه و چهار. قراره این فیگور رو دوبار انجام بدیم. به چه شکل؟ خیلی حواسمون باشه که با ریتم موزیک باشه. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت رو میشینم و بعد دستم که بالای سرم بود میذارم پشت سرم. یک و دو، سه و چهار. ولی قراره اینو با پای فوروارد بک یه بار به راست بریم. البته نمیدونم الان چپ من راست شماست یا قرینه است، ولی خب این قسمت چپ منه، این قسمت راست منه. یه بار میرم سمت چپ، خب میچرخم و یه بارم میرم سمت راست با پای فوروارد بک. دستم به چه شکله؟ اینجا که حرکت رو انجام دادم میگم یک، دو، سه، چهار، دست نیم دایره میارم و عوض میکنم. یک، دو، سه، چرخش. اوکی؟ بریم این قسمت هم یه بار با موزیک اجرا کنیم که بهتر بازم جا بیفته. بریم. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش و کشش. حالا چرخش. یک، یک، دو، سه، چهار، پنج، نفسی، فوروارد، بک، فوروارد، سمت عوض، سدلم تو بسی. دوباره تکرار، تکرار، همه دنیای منی، نفسی، حالا سمت عوض، از پشت و چرخش. اینم از این بخش. در واقع ما چیکار کردیم؟ همون حرکت ها رو رفتیم. یک بار من تو که خوب دل میبری و انجام دادم، یه بار به سمت راست حرکت کردم، برگشتم به این شکل بود، با دست راستم کشیدم، یه بار به چپ. سری دوم رو تکرار چیکار کردم؟ اومدم به سمت مخالف شروع کردم. یک، دو، سه و چهار، ببخشید با این دستم بود دوباره، با دست راستم که از پشت برگشتم و این سری اینجا تکرار کردم و چرخشم به این شکل بود. خب حالا بریم بخش بدون کلام موزیک. بخش بی کلاممون قراره که با این فیگور بریم.
که آموزش این فیگورمون رو که حالت بی نهایت و پای قیچی داره توی این ویدیو میتونید ببینید. دیگه من توضیح نمیدم. خب حرکت قراره به این شکل باشه. با پای قیچی میگم 1 2 3 4 و بعد با پای پاروپا این دستا قراره بیان پایین به صورت مارپیچ و دوباره قیچی به سمت دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8. اوکی ببینید من این رقص رو به صورت قرینه طراحی کردم که کسایی که میخوان گروهی برقصن خیلی به دردشون میخوره، کسایی که توی مراسمی دوست دارن اجرایی داشته باشن که راحت باشه در این حال با تکرار باشه که فراموش نکنن خیلی به دردتون میخوره. کلن یه سری ویدیوها هست که واقعا برای کسایی که مبتدی تا متوسطن به راحتی میتونن انجام بدن. یه سری اجراهای حرفه‌ای مثل عمدن سینا شعبانخانی یا آهنگ بابک جهانبخش که هر دوتا رو میتونید از این لینکی که اینجاست کلیک کنید و روش ببینید، یه ذره آموزش ها حرفه‌ای تره و همینطور آهنگ معین. ولی خب من سعی میکنم همه رو در نظر بگیرم و سطح بندی بکنم که بتونید انجام بدید. خب بریم این قسمت موزیکمونم یه بار با آهنگ انجام بدم، اما این قسمت دو بار پشت سر هم تکرار میشه. برای اینکه از اون تکراری بودن بیش از حدش حرکت رو در بیاریم، ما یک بار به چپ که رفتیم بعد به حالت پا رو پا حرکت رو انجام دادیم، یک بار هم میتونیم با پای پیچ دو ضرب بریم و این حرکت رو انجام بدیم. حتی میتونیم به صورت گام گذاشتن بیایم رو به جلو. سلیقه‌ایه، شما همه رو میتونید انجام بدید. من حالا یه مدلش رو میرم ببینیم که چی میشه. حالا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 به جلو حرکت میکنم. همین مسیر رو به عقب چرخش. خب این از بخش اول آموزش این آهنگمون. من الان یک دور کامل تا این قسمت اجرا میکنم. تمرین کنید لطفا و بخش بعدیش هم تو ویدیو بعدی تقدیمتون میکنم و ویدیو کامل کاملش هم باز هم میگیرم، سعی میکنم تو یوتیوب هم بذارم، تو اینستاگرام هم بذارم، ولی اگر سحر بانو خواننده عزیز اجازه بدن توی کانال یوتیوب میمونه، اما اگر اجازه ندن امکان اینکه پاک بشه هستش. پس به خاطر همین دوستان که کم کم آشنا بشید با حقوق کپی رایت، یه ویدیو کلا براتون درست میکنم از تولید محتوا که توضیحات لازمو بدم، شما هم بدونید که قضیه چیه توی یوتیوب، که بعد از این منو بهتر درک بکنید نسبت به انتخاب آهنگ و موزیک. پس بریم که اجرا رو داشته باشیم. تا این قسمت 1 2 3 4 خیلی ناز و آروم 5 و 6 و عجله نکنید به این شکل. حتی اینجا میتونید کمر رو حرکت بدین. سایدین این آوت 1 2 3 4 5 6 7 8 با شمایش برید به هم نمیریزه. دقت کنید. تک دست تک دست دست بالا جلو چرخش 1 2 3 4 5 6 7 8 و فوروارد بک فوروارد بک نیم دایره ادامه تکرار چرخش به جلو چرخش و مجدد تکرار همین حرکت. سعی کنید با صدای خواننده صدای خودتون حرکت رو بکشید و سمت عوض. میرسیم به ریتم 4 تکرار 4 تا پا رو پا در جا چرخش. دوباره پا رو پا پا رو پا پا رو پا در جا به جلو چرخش.